تا حالا هواپیما هل ندادم که دیگه اینم هل داده. اشهراتو بخون. خوندم. هلو سبینه بده من بازیش؟ یه سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ امروز پرواز کوچیک داریم. اینجا نگاه کنین، فلوک شوله، یعنی اینکه اینجا مدرسه خلبانی ده است و اینجا آدم میان یاد میگیرن و اینکه میان تمرینی پرواز میکنن یواش یواش که رسما خلبان بشن. پیش بچه‌ای که بودیم به من گفتن که اگه دوست داشته باشیم میتونیم این کارو بکنیم، پرواز داشته باشیم. من گفتم چرا که نه، یه ذره برنامه عوض شد. بعد من تازه امروز فهمیدم که این آقایی که میخواد ما رو ببره آلمانی هستش، تازه یاد گرفته و ما رو یه جورایی داره به عنوان آلمانی‌ها میگن فیزوک کنیشن، یا اینکه مثلا چه میدونم موش آزمایشگاهی از ما تست میگیره فلان، که خودش برای ساعت‌هایی و در کل توی چند وقتی پر کنه تا اینکه بتونه مدرک رو بگیره. وایسر هم میبینی الان یه آمبولانس بود و یه ماشین اورژانس وایساده اینجا آماده است، یعنی که قشنگ جنازه رو ور میدم اینا خاک میکنم میرسن تو چاله. فکر کنم نه خدا به خیر کنه دیگه، ما شدیم اینجا موش آزمایشگاهی. ای بابا امروز مسافرم با من میاد. آره هم سفر به کلوم شهر میریم. زالتسبورگ اتریش. زالتسبورگ که من فکر کنم ببینیم فرانسه، یکی از زیباترین شهرهای اتریش. زالتسبورگ میریم. اوکی شهر موزارت. اینجا برج چیزشه و رستوران هم که این بغل داره، خیلی جالبه. های خلبانمونه بچه ها، از من یه ذره بلندتر هستش. Excited for today? Yeah. You want to see it? Try meter 2. So 2 meters and 2 centimeters. 2 متر و 2 سانته. دمت گرم. لویفه. Really? I'm ready. Is your first time here? In Germany? No. 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 To Salzburg? Yes. To Salzburg. My first flight, yeah. First flight. How many flights did you have? Oh, not that much. خدا بخیر کنه. خب اینجا که خودش توضیح داد بعد 500 تا پرواز داشته باشه تا بتونه اون مدرکشو بگیره که دیگه بتونه مثلا جایی که آفیشیال است بره خودشو حالا میگم بورن کنه، یعنی که درخواست دادم کاره واسه اینجور داستانا. خلاصه 500 تا پرواز میخواد، فعلا 100 تاش انجام داده. ما هم موش آزمایشگاهی داریم، میریم جزء یکی از این پروازاش بشیم. آقا خدا حفظ، خوبی بدیدی هم حلال کن. خدا حفظ. بچه ها دقیق از جاش خیلی جالب نگاه کنیم، پیلوتین مردونه است، پیلوتین زنونه. چقدر باحال درست کردن، ایدهشون قشنگ بود. اوه اینجا رو نمیدونم اینه یا کدومه، چقدر کوچولوه. نه وای شت جا میشیم، کوچولوه جا میشیم دیگه، بعد مهربون بشیم. چرا میکرد اینا باشه؟ امیدوارم که کار کنه درست. این شبیه درون منه، اون هلیکوپتری که باش پرواز میکنم، یه ذره بزرگتره. چقدر کوچولوه. دهن بستیم همینجوری. خوبی؟ آره. اشهراتو بخون. خوندم. خوندی؟ خوبی بدی دیگه، حلال کنین دیگه. ما تلاش اون بود که کلاً کانتنت های خوب درست کنیم واسه تون دیگه. تا اینجای کار اومدم که راضی بودی. این دوربین از هر کی رسید دیگه، شما هم یه فاتحه تو کامنت ها بخونی. One thing I forgot. Headset for you. Headset. آه من باید کامنیکیشن کنم دیگه با چیز با برج دیدبانی. آره باید حرف بزنم بگم که لایک کنین سابسکرایب کنین. چون انگلیسی شده ضعیفه خلبانمون، خوب انگلیسی صحبت نمی‌کنه، از من خواهش کرد که من باشم. Decrease me there. What? No, leave me alone. آها واسه در مورد قیمتش بگم، اینجا که فهمیدم این شما میتونین به این پرواز هم داشته باشین، یعنی میتونین بوک کنین این پروازو. این نفری ساعت 300 یورو. ساعتی 300 یورو، یعنی ما رفت و برگشت تقریبا 600 تا حداقل مثلا باید پول میدادیم بابت این داستان، ولی خب این چون از ما موش آزمایشگاهی استفاده میکنه دیگه اوکیه. چه در چه بازه؟ من میخوام هوا بیاد. دستیش کدومه؟ پرواز دستی بکشیم. Handbrake here. Handbrake okay. here. Yeah. This is gas. This is for the fuel. Fuel.
Is there any eject button? No. Top. Sorry. No way. We'll take off here. Yeah. And then fly south. Here. To Salzburg, south which is here. Here. Yeah. Yeah. رسیدیم. آقا گوشه من گرفته کلن هیچی نمیشم، ولی اومدیم اتریش دیگه. الان اومدیم اتریش و الان به این دوستمون گفتن که بعد ما هواپیما رو یه دوری بزنیم، یعنی سرتاش باید بکنیم. بعد الان چون موتور رو خاموش کرده مثل که نمیشه، بعد دستی این کار رو بکنیم. الان منظورش چیه؟ بعد هولش بدیم یا نه؟ چطور بود؟ باحال بود. فقط من گوشام درد. گوشه منم گرفته کلا. خودمونی وای به چوس بندا. یعنی اگه اتفاقی بیفته تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. نه چیزی مثلا اجکتی داره، نه مثلا به چتری وصله این وسط. یعنی همش همین فسخلی موتوره. همین فسخلی اینه. آقا جدی شخصی ببینی؟ من داشتم میگفتم که این موتوره خیلی کوچیکه و آدم نمیتونه بهش اعتماد کنه. ولی خلبان گفتش که یکی از بهترین موتورهایی که تو دنیا وجود داره و تقریبا هیچ مشکلی تا حالا نشه باعث نشده خود سقوطی چیزی صورت بگیره. How can I help you? I just can you pull at the wings. آچه تو به هواپیما هول بدین. تا حالا هواپیما هول نداد. It's not so heavy. It's totally not heavy. برو آقا برو رد. تا حالا هواپیما هول ندادم که دیگه نم هول داره. I'm hungry now. حالا چه خنده‌دار بگم. می‌خواستم به سمت اون برج مراقبت و اینا کار رجیستر این چیزا رو انجام بدیم که نمیشه رفت. مثل اینکه وایسیم منتظر باشیم، خود خلبانم نمیدونه بعد چیکار کنیم. اینو وسط فرودگاه وایسی نمی چیکار باید بکنیم. کسی میاد دنبال میاد خرمت بیاد بزنیم. من چه یه کمکی بکنیم. من می‌خوام یه پرایوت جت بگیرم، جت شخصی. من ازتون چی بگیرم؟ حالا چه جمع جور بگیرم دیگه. فعلا واسه اولش همینجوری بریم بیایم دم دستی. این مثلا هست خوشگله به نظرم. خب
بعد خیلی خاصه این، ولی دو ملخه است. بین این دوتا الان من موندم، دو ملخه بگیرم یا بدون ملخش رو بگیرم؟ تو باشه کدوم انتخاب میکنی؟ بدون ملخ میخوای؟ سه ملخه میخوای؟ یه دونه اونور بود خیلی خفن بود. اینم ولی خوشگله. پایلوتمون میگه که من اینو بیشتر خوشم میاد چون حالت کلاسیک تر داره، ولی خب اون جت انجین توش داره دیگه، میبینی خیلی خفن تره. این مدرن میخواین داشته باشی یا کلاسیک؟ دیگه انتخاب با شما. بالاخره تاکسی اومد. There the taxi is. ما از این تونل وارد شدیم و این تونل مخروف رو داره ادامه میدیم، بریم برسیم به جایی که باحال میخوام بهتون نشون بدم. اینجا وارد شدیم، قسمت خوشمزه داستان اینجاست، ولی میخوام بریم داخلش رو ببینیم چه خبره. Let's go. بچه این نمایشگاه واسه ردبوله، یعنی هر چیزی که نمینی میکن لیبل ردبول همه جا خورده تقریبا. یکی از منحصر به فرد نمایشگاه ردبول هستش، چون میدونی که ردبول اصلش از اینجا میاد، اصل ردبول از زالسبورگ اتریش میاد، واسه همین اینجا نمایشگاه اصلیشه و دائمیش. ماشینایی که توسط ردبول اسپانسر شده، هواپیما همینطور، همه چی. بچه حتی نمیدونم اون ویدیو نگاه کردین، اون پروازی که یعنی پرشی که از بالای کره زمین بودش به پایین انجام شد، توسط ردبول اسپانسر شده بود، اینجا هم زدن چیزش رو بنرش رو بزنم پشتش میبینیمش. این ها این عکسشه. هنوز هستم اینجا که بوینگ E75. آه هر تیکش یه چیز خیلی خفن میمینه. این نمایشگاه معمولی اصلا به نظر نیستش که هیچ نداشته باشه. نکن ماشین رو ببین، ببین یه نوشیدنی چیکار میتونه بکنه که اینقدر سرمایه و اینقدر درآمد میتونه داشته باشه که بیاد همچین نمایشگاهی و اینقدر اسپانسرینگ کاره خفنی انجام بده. و سوالی که پیش میاد، چرا ما اول شهیر ایرانی ما نتونسته همچین کاری بکنه؟ دو تا اسپانسرینگ کار بزرگ بکنه. ما اول شهیر کجا؟ ردبول کجا؟ یکی از موتورهای هواپیماست، نکنه رویز رویزه. میدونی که رویز رویز علاوه بر ساختن ماشین، اصلا به نظر اون جزشه، اصل کار ساختن موتور هواپیماست. این قسمت هم رستوراناشه، چند طبقه هستش. وا اینا ویوش. آقا ما اومدیم رستوران ردبول، با سارای عزیز اومدیم غذا بخوریم. سیبرانی سفارش دادیم، من سارای صدا سفارش دادم. من واسه سارا میشه سفارش دادم، فکر کردم خوبه. ببین چی آورده. تخم مرغ گوشت خام اینا. یه غذا چیز دیگه، غذا آتشیه که بیف تارتار بهش میگن. زیرش ولی یه چیزای پخته مثل بیسکویتاله. ولی کلا این گوشت خام خامه. آخه دیگه ولی مجبوری بخوری، من سفارش دادم واسه داره اشکال نداره. مشابه کوکاکولا اینجا، کلا اینجا اختصاصی ردبوله. با اون کلاهی که بدون میخوای فرق میکنه، حتی مزهش هم فرق میکنه، یعنی رنگش هم حتی فرق میکنه، یعنی انگار که ردبول باش قاطی شده، گوش و همه چی. نوشه جان من امتحانش کنم اینو، یه در تخمار میده روشو، خدا به خیلی کنم. هشت چیه؟ نونه هشت. خوبا ترکیش من نوی خوشمزه میشه. من بدم نهیم آقا دستشوری ردبول رو نیا کنید چقدر قشنگه، زیاد شارژ ندارم و نیا کنید چقدر با مزدش این سرپایی هاشه و این همین وسط رو چقدر قشنگ دیزاین کردم. واو خدایی تالا من ایش نمایش کنه افتادم که روشش من هوله میذاره به جای دستمال. دید در این حد اینا لاکچری کار کردن. این سری اینجا خب غذا رو زدیم، نمایش کردم که نیا کنیم ردبول رو، خیلی باحال بود و الان دوباره سوار میشیم برگردیم آلمان شهر مونیخ. اوپس. This one, right? سارا برو جلو. این سری من میشنم عقب از عقبم تجربه داشته باشم که چی جوریه. عقبم باحال. آره باید باحال باشه اینجا. جلو سیستمش. میتونی یه ذره بخوابی اینجا عقب. همین.
باز گوشم گرفت. خب بالاخره رسیدیم. وای بچه نم تو ویدیو معلوم بود یا نه اون لندینگش یه ذره نشستنش یه ذره دیدی یه لحظه کچ شدیم، چون هم یه بار اومد بشینه یه هواپیما دیگه داشت میومد تاش قاطیباتی میشد. اینجا یه روستای دیگه، اینجا فرودگاه مونیخ نیستش، یه روستا اطراف مونیخ، یه فرودگاه خیلی کوچولوه، برج مراقبت به اون صورت نداره. خلاصه یه لحظه کچ شد، گفتم رفتیم آه. شتک شدیم، شانس آوردیم، ولی خب به خیر گذشت. خیلی تجربه خوبی بود، اولین تجربه بود که من داشتم با همچین هواپیمایی و عالی بود، خیلی هم خوش گذشت. اگر اینجوری میچپونه تو سر من داشته بعدتون تو ببین بچه‌ها، می‌خواستم اینو بگم رفتش. تجربه عقب به نظرم خیلی بهتر و راحت‌تر بود. مثلا نشستم عقب ببینم که چجوری تجربهش. عقب من خوابیدم تازه ذره. عقب خیلی راحت. انقدر اصلا نفهمیدم صدا هم کمتره. بعد اصلا این صدا اون کاری که خلبا میکنه رو مخت نیستش، راحت عقب میگیری میخوابی. سفر چند ساعته به اتریش رو برگشتیم دیگه. کلا این سفر عجیب غریب زیاد میریم دیگه، نه به اون که از کانادا پیاده رفتم در دقیقه امریکا و برگشتم بعد چند ساعت، اینم که اینجوری. بازم منتظر سفرهای هیجان‌انگیز و تجربه های هیجان‌انگیز دیگه باشیم. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. یادتون باشه که ویدیو حتما لایک کنین. خدافظ.